باید مدتی باشون صحبت بکنم تا ببینم که واقعا اشکالش چی است. ولی یکی از این مهمترین مسئله من فکر کنم که تیروئیده. و البته میدونین که این آزمایشاتی که ما میگیریم نه اینکه غلط باشه، ولی بیشتر اوقات وقتی که خیلی کم درجه تیروئید به اصطلاح تیروکسین پایین و بالا میره، اینا رو نمیتونه بگیره به دقت کامل. و اگر که شما دلتون خواست با من به من زنگ بزنید به آفیس و من بتونم بیشتر اطلاعات از شما بگیرم و بتونم یه داروی خوبی برای دخترتون بفرستم. بفرمایید رو خط هستید جانم. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم. متشکرم، مرسی. احوال خدمتتون داشتم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. من 33 سالمه. از 16 سالگی کمرم، یعنی از ناحیه یک کتف تا پایین، جوشای چرکی داره به طور که کمرم کاملا پوشیده شده از این جوشا. بعد من دکتر رفتم تو ایران، گفتن که این غرور جوانی از بین میره، 4 سال 5 سال طول می‌کشه. بعد 4 5 سال خود قرص و دوا مصرف کردم، خوب نشد. بعد این همینجور مونده تو پشت من، یعنی این جوش‌ها به شما خوب نمیشه و وقتی که لباس زیر میپوشم، مثلا یه جایی میشینم بلند میشم، این جوش‌ها میترکه و خون میاد ازش. من میخواستم ببینم چه داروی باید مصرف کنم که این خوب بشه. بسیار خوب، از تلویزیون گوش کنید. خواهش میکنم. متشکرم. بله، معمولا وقتی که بدن جوش میزنه و این چیزا وجود داره، میدونین که از لحاظ طب سنتی میگن خون کثیفه و واقعیتش هم همینه، برای اینکه مواد سمی در بدن زیاده و مواد سمی هم توی گفتم اگه نتونه خودش رو از راه‌های دیگه خارج بکنه، از راه پوست خارج میکنه. اینه که حتما شما باید بدنتون رو تمیز بکنید و تمیز کردن بدن اول از کبد شروع میشه. کبد رو باید تمیز بکنید و همون داروی لیووتاکس اگه سفارش بدیم بخورین، برای مدتی من فکر کنم بعد از مدتی خوب میشین. و ضمناً حتما از چربی ها استفاده نکنین، لبنیات رو از برنامه غذاییتون حذف بکنید، شکر و این چیزها رو بذارین کنار. ببینید 5 تا چیز سفید هست که نباید بخورید. این 5 تا چیز سفید رو اگه کنار بذارین، شما زود بهتر زودتر خوب میشین، به اضافه تمیز کردن کبد. شیر و بعدش آرد سفید هست، بعدش برنج سفید هست و دیگه نمک هست و شکر. این دوتا، این 5 تا شد. 5 تا چیز سفید اگه بذارین کنار، واقعا انسان سالم میشه در این قرن. اینه که اینا رو کاملا بذارین کنار و کبدتون تمیز کنین و خیلی زود خوب ماهید شد. چربی ها رو هم نخورید. الو، بفرمید. خواهش میکنم. الو جانم، بفرمید. سلام علیکم آقای دکتر. سلام، خواهش میکنم. من دو تا سوال داشتم از خدمت. بله بله، بفرمایید. خواستم ببینم برای اینکه پوکی استخوان بیشتر سریعتر پیش نره تو بدن، غیر از کلسیم چیکار میشه کرد؟ و یکی هم اینکه گل گاو زبون چه خاصیتی داره که مخصوصا میگن اگر با سنبل و تیب خورده بشه خوبه، آیا شب آدم اینو بخوره برای کمک میکنه برای خواب یا نه؟ شما از کجا تلفن میکنین؟ گل گاو زبون و سنبل. بله، از کجا زنگ میزنین شما؟ تورنتو. از تورنتو، مرسی، متشکرم. از تلویزیون گوش کنید. بله، برای پوکی استخوان میدونین که البته اول نباید بذارین پوکی استخوان بگیرید، خیلی مهمه، چون واقعا وقتی پوکی استخوان میگیره خیلی مشکل کنترل کردنش. البته کسی که پوکی استخوان داره حتما احتیاج به کلسیم، مگنزیوم و تمام اون فرمول کلسیم، مگنزیوم، بورون و نمیدونم زینک و فسفر و اینا همه باید و همه با هم باشه و این خیلی کمک میکنه که به اصطلاح پوکی استخوان رو از بین ببره. میدونی من دارویی دارم به نام استیوفیکس که این واقعا یونیکه و به دلیل اینکه تمام موادی رو که لازمه کلسیم روی استخون بشینه داره و جذب استخون بشه هست و استخون جدید بسازه، همه رو داره. به اضافه اینکه داروی دیگه، یعنی ماده دیگه، ایپریفلاوون هست اسمش، در این موجوده که این باعث میشه که کلسیم بتونه روی استخون رسوب بکنه و استخون جدید بسازه اصلا، چون استخون هم سلای استخون هم سلای زنده هستن، مرتب عوض میشن، باید هر روز تعدادی میمیرن و تعدادی چی جاشو میگیره، سلول درست میشه. اینه که حتما باید از این دارو استفاده بکنه شخص. در مورد گل گاو زبون و سنبل تیب که با هم دم میکنن، معمولا گل گاو زبون یک گیاهی هست که برای ریلکسیشن و آرامش بسیار عالی هست، حتی فشار خون رو پایین میاره.
اینی که بله اگر که یک ساعت قبل از خواب اینو بخورینش براتون کمک میکنه که خواب سنگین و خوبی بهتون بده و ریلکستون بکنه. واقعا بفهمید رو خط هستید؟ الو جانم، الو، الو بفرمید. بله ببخشید، من از اتوما زنگ زدم. به به بفرمید. من خواستم الان 20 سال هستش که روماتوید آرترایتیس دارم و متاسفانه خیلی از استخونم هم دوایش دیده و تنها چیزی که منو خیلی اذیت میکنه درد روماتوید آرترایتیس بیشتر از هر چیز. بله میخواستم ببینم چیزی هست در هومیوپاتیک یا نچوپاتیک، مثلا نچوپاتیک که برای روماتوئید آرترایتیس خوب باشه. بله بسیار خوب، از تلویزیون گوش کنیم، متشکرم. بله من بارها گفتم که کسی که میخواد روماتیسمش خوب بشه، آرترایتیسش خوب بشه، بهتر هست که مواد حیوانی رو از برنامه غذایش حذف بکنه و این خیلی واقعا مهمه. در مرحله اول هست که بعد این کار رو بکنید. و برای درد، بله برای درد داروهای گیاهی بسیار زیادی هست. یکی هست مایال جوگان، من دارم این رو، میتونین که سفارش بدین از آفیس من. یکی دیگه به نام پین اوی هست، اینم خیلی داروی گیاهیه، چند تا گیاه با هم مخلوط شده، اینم خیلی خوب کار میکنه در مورد اون. روغن هایی هستن که روغنم دارم که این روغن به دلیل اینکه باز هم روی من این قسمت ها میزنید و در ماساژ میدین که درد از طرف به از بین ببره. و داروهای زیادی دیگری هم توی بازار هست که آنتی انفلامیتوری هست، به طور کلی خیلی خوبه. زردچوبه که از گیاهان بسیار عالیه که برای آرتروز خیلی خوبه. سنجد گیاه دیگری هست که با پوست و همه چیش وقتی آسیاب بکنیم و بخوریم برای روماتو آرتروزیس خیلی خوب کمک میکنه، خیلی بسیار. یاکا گیاه دیگه هست که بازم برای روماتو آرتریتیس خیلی خوبه. و گیاهان بسیار زیادی هست که میتونی از یکی از اینها استفاده بکنید و به اضافه این که حتما رژیم رو فراموش نکنید که یک رژیم، شما باید حتما یک رژیم ویجیتریان داشته باشید. بفرمایید رو خط هستید؟ الو بفرمایید، خواهش میکنم جانم بفرمایید. الو بفرمایید. سلام علیکم. سلام بفرمایید، خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام بفرمایید، لطفا تلویزیونتون رو کوتاه کنید. بفرمایید. بله ببخشید، خواهش میکنم. الو بله سوالتون رو بفرمایید. من یه سوالی داشتم، خواستم از دکتر اول تشکر کنم برای برنامه خوبشون. خواهش میکنم. بعدم خواستم بگم من این دخترم خیلی تبخال میزه، در ماه 3-4 بار تبخال میزنه. میخواستم بگم این جریان چیه؟ در ماه شاید 4-5 بار تبخال میکنه. بسیار خوب، دیگه نمیدونم این مشکل چیه. چشم چشم، من دکتر سوال کنم بینم یه راهنمایی میتونه با ما بکنه. حتما. شما از کجا زنگ میزنین؟ از تورنتو، همسایه هم هستید. بسیار خوب، متشکرم. بله میدونید تبخال کسی که میزنه دلیلش این هست که ویروس تبخال توی بدنش هست و این ویروس که به اصطلاح توی بدن هست، بنابراین گهگاهی وقتی که شخص استرس زیاد داره، تنشن زیاد داره، عصبانی زیاد میشه یا حتی پوست مثلا عمل جراحی مثلا میکنه یا پوست به وسیله کات میشه، این تبخال بیرون میزنه. تبخال رو که اگه میخواین از بین ببرید میتونید در همون لحظه مقداری عسل و این جینجر، زنجبیل، یعنی آب زنجبیل رو یه ذره بگیریم با عسل مخلوط کنید روی قسمت‌های تبخال بزنید، این معمولا از بین میره خیلی زود، یعنی بهترین داروشه واقعا. و دومی که باید بدن تمیز بشه باز دوباره، یعنی بدن رو شما باید تمیز کنید و مسئولیت بدن اگر که بالا بره، یعنی بدن تقویت بشه، تبخال شخص نمیزنه، اگر اینکه حتی بدترین چیزم به وجود بیاد.